سرخط خبرها و مهمترین ها، سازمان استخباراتی امریکا مدل مخفیگاه ایمن الزواهری را به نمایش گذاشت. نام نماینده افغانستان از فهرست سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل حذف شد. طالبان در شمال از درون سلاخی شدند. مشروع خبرها، سازمان استخباراتی امریکا سیا مدل خانه امنی را که در آن ایمن الزواهری رهبر القاعده اقامت داشت و در آنجا مورد حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا قرار گرفته بود افشا کرد. روز گذشته شنبه دوم میزان مقام‌های کاخ سفید عکس را منتشر کردند که نشان می‌دهد بایدن با ویلیام برنس رئیس سیا در حالی که یک جعبه چوبی در بسته روی میز جلوی آنها قرار دارد صحبت می‌کنند. اکنون محتویات جعبه در موزیم سیا در مقر این آژانس در ویرجینیا به نمایش گذاشته شده که مدل مخفیگاه زواهری را نشان می‌دهد. گفتنی است که موزیم بروی عموم بسته است و دسترسی کارمندان و مهمانان آژانس نیز به آن محدود است. این سازمان به خبرنگاران اجازه داد تا از موزیم بازدید کنند که به تازگی به منظور 75مین سالگرد تأسیس این آژانس بازسازی شده تا بخشی از تلاش گسترده‌تر برای نمایش تاریخ و دستاوردهای آن باشد. سیا در حال این مدل مخفیگاه رهبر القاعده را فاش کرده که او در اواخر ماه جولای سال روان میلادی در بالکن خانه‌اش در شیرپور در کابل هدف حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا قرار گرفته است. طالبان با اینکه حمله را محکوم کردند اعلام کردند که آنان تحقیقات خود را آغاز کردند، اما بعداً گفتند که هیچ جسد از محل رویداد پیدا نشده است. نام نماینده افغانستان از فهرست سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل حذف شد. قرار بود نماینده افغانستان در آخرین روز این مجمع در سازمان ملل متحد سخنرانی کند. حذف نام نماینده افغانستان از فهرست سخنرانان در مجمع عمومی سال 2022 سازمان ملل متحد واکنش‌های مختلف به دنبال داشت. نام افغانستان در فهرست اولیه سخنرانی‌های مجمع عمومی بود، اما شنبه شب از این فهرست خط خورد. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد پس از بالا گرفتن سر و صداها در مورد حذف افغانستان از فهرست سخنرانی در مجمع عمومی در رشتیوید نوشت که طبق توافق سال 2021 این بار نیز سخنرانی نماینده افغانستان حذف شده است. فائق نوشت افغانستان و میانمار بنابر سوابق سال گذشته و توافقی که در مجمع عمومی حاصل شد و سخنرانی نکردن امسال هم به همان منوال در مجمع عمومی صحبت نمی‌کنند. اما قرار است این جانب در جلسه شورای امنیت که 27 سپتامبر در مورد اوضاع افغانستان برگزار می شود و محور آن وضعیت افغانستان از شرکت و سخنرانی کنم و در این نشست مهم به نمایندگی از مردمم مثل همیشه خواسته های ملتم را مطرح خواهم کرد و صدای آنها خواهم بود. طالبان در شمال از درون سلاخی شدند. روز چهارم دردسر تازه طالبان در بدخشان، ابو مسلم شهزاد در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می‌دهد. با یک منبع معتبر در بدخشان گپ زدم، می‌گوید که درگیری طالبان برای روز چهارم در برابر عبدالحمید مجاهد فرمانده جدا شده‌شان نتیجه‌ای نداشته و درگیری جنگجویان طالب با مقاومتگران در کوهستان راغستان یفتل‌بالا و ارغنج‌خوا نیز با شکست روبرو شده است. آسواکا نیوز در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می دهد. منابع می گویند که عبدالحمید مجاهد یکی از فرماندهان نظامی طالبان با شمار از افراد زیر دستش در بدخشان به جبهه مقاومت ملی پیوسته است. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان می گوید در چند روز گذشته درگیری های در بدخشان صورت گرفته، اما درباره تلفات و مکان این درگیری ها ابراز ناگاهی می کند. آقای احمدی نیز میگوید که عبدالحمید مجاهد از افراد عادی آنان بوده که ممکن به دلایل ناراض شده باشد و گفتگو برای بازگشت او به صف طالبان جریان دارد. رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان نیز میگوید که آقای مجاهد در حدود 30 نیروی مسلح نیز با خود دارد. منابع میگویند که عبدالحمید مجاهد به عنوان عامل کشف قول اردوی طالبان در بدخشان بوده است. مامور اصلی از راه میرسد. ادامهش، نورزای علاوه بر تجارت مواد مخدر که از لحاظ اسلام حرام است به چندین فعل خلاف شریعت عادت دارد. زنبارگی، دائم الخمر بودن، چشم دوختن به پول حرام، تعصب به عنوان مشخصه اصلیش و
و دست دادن با بیرونی ها برای دریافت پول حتی وی باعث شد تا استنگرهایی که نزد مجاهدین از زمان نبرد علیه شوروی باقی مانده بود در نتیجه یک تجارت و معامله پروسو تحویل امریکایی ها شود تا زمینی حضور امریکا در افغانستان بدون دردسر باشد. وی تقریبا در تمام معاملات مالی و پولی میان طالبان و بیرونی ها نقش داشته و حتی شامل پروژه بوده است. حاجی بشر شخصیت مرموز اما زیرک است و می داند که چیگونه در نقش یک دکاندار به معامله های پروسود بپردازد و منافع شخصی و گروهی طالبان را تأمین کند. حاجی بشر در شرایط کنونی چه کار اساسی برای طالبان می تواند انجام دهد؟ وی در نقش یک مشاور خوب برای طالبان می تواند روابط تاکتیکی طالبان را با کشورهایی که تلاش دارند از گو شیری افغانستان تحت حاکمیت طالبان نفع ببرند تأمین کند. در گذشته موفقیت‌های بشر نوزای در این عرصه قابل توجه بوده است. او توانسته بود بر اکثریت تصامیم طالبان برای تأمین مخارج مالیشان تأثیر بگذارد. تسلیم دهی حاجی بشر در حال حاضر نشان دهنده یک تحول بزرگ در قسمت طرز دید دنیا نسبت به طالبان است. بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار تاکید کرده بود که پیشرفت بر رسمیت شناخته شدن طالبان رهایی مارک فرکس است. تا زمانی که فرکس در بند طالبان باشد رژیم این گروه بر رسمیت شناخته نخواهد شد. از سوی دیگر حاجی بشر می تواند علاوه بر تجارت پروسود مواد مخدر سایر منابع درآمد غیر قانونی طالبان مانند قاچاق آثار عتیقه پولشویی و انتقال پول به خارج و یا به داخل افغانستان تحصیل چاپ پول جعلی مخصوصا چاپ دلار جعلی و به گردش درآوردن آن در منطقه تجارت پروسود فروش اسلحه و تجهیزات نظامی تمویل مالی شبکه های تروریستی فعال در افغانستان منطقه ایجاد کانال های فعال و غیر قابل انتقاب برای موفقیت تروریسم در منطقه و رونت بخشی برخی تقویت و تجهیز تروریسم را داشته باشد. در ضمن داستان فعالیت‌های غیرقانونی و نشان می‌دهد که مأموریتش این بار تنها افغانستان نه بل جغرافیای وسیع از آسیای مرکزی و جنوب آسیا را که به خاطر روزافزون گسترش تروریسم بین‌المللی مواجه است در بر خواهد گرفت. وی وظیفه دارد تا راه‌های اتصال مالی و ایجاد شبکه‌های وسیع از تمویل تروریسم در منطقه را تسهیل کند. در خاتمه می توان گفت که وظیفه حاجی بشر تسهیل قاچاق مواد مخدر و تسریع روند انتقال آن از افغانستان به خارج خواهد بود. معمولا مواد مخدر تولید شده از دو راه صادر می شود. اول از افغانستان به ایران، ترکیه و اروپا و بعدا به امریکا می رسد. دوم از افغانستان از مسیر آسیای مرکزی و روسیه وارد اروپا می شود و بعدا به امریکا می رسد. با در نظر داشت نظارت جدی روسیه و همپیمانانش در آسیای مرکزی مسیر دومی با چالش های مواجه و روند انتقال مواد مخدر که سالانه جان هزاران جوان روس را می گیرد و به یکی از چالش های اساسی فراروی امنیت ملی روسیه مبدل شده با مشکل مواجه است. مسیر اول در تبانی با کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند صورت می‌گیرد، اما تداوم تجارت مواد مخدر از یک مسیر در درازمدت چالش‌زا خواهد بود و این کار نیاز دارد تا مدیر جدید با برنامه‌های جدید مسیر دیگر را جستجو کند. این مدیر جدید کس جز حاجی بشر قاچاقچی مشهور نمی‌تواند باشد. از اینکه تا این دم با ما بوده جهان سپاس. برای ویدیوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.